گروه آموزشی مت مستر در خدمتتونم با تحلیل فیزیک 11 هم تجربی آزمون قلمچی. خب بچه ها، سوال اول میگه برای کاهش ظرفیت یک خازن مسطح کدام کمیت های زیر را باید افزایش داد؟ خب بچه، شما میدونید خازن دو تا فرمول داره، ظرفیتش سی مساوی با کیو بر روی وی، که هیچی اصلا، چون به کیو وی بستگی نداره ظرفیت خازن. شما کیو رو تغییر بدی، وی جوری تغییر میکنه که ظرفیت نهایتا ثابت بمونه. پس باید از فرمول کا اپسیلون صفر آدیوم استفاده کنیم. گفته ظرفیت خازن کاهش پیدا بکنه. خب بچه، ظرفیت خازن ما کاهش پیدا بکنه، یا باید عواملی که توی صورتن رو افزایش بدیم، در واقع کاهش بدیم، یا عواملی که تو مخرجن رو افزایش بدیم. خب گفته کدوم افزایش بدیم، یعنی عواملی که تو مخرجن، یعنی دی رو شما افزایش بدی ظرفیت کم میشه و جواب میشه گزینه دو. سوال 102 میگه مساحت سطح مشترک صفحات خازن تختی 600 و دیالکتریک که بین صفحات آن هوا باشه. خب بچه، آ رو به من داده 600، دیالکتریک هوا باشه، یعنی کا تقریبا برابر خلا و مساوی 1 باشه. اگر بزرگی میدان بین صفحات این باشه، بار چقدره؟ چند میکرو کولونه؟ خب بچه، شما فرمول میدان خازن رو میدونید، ای میشه کیو به کا اپسیلون صفر آ. خب ایو به من چند داده؟ نیوتن بر کولون هم داده، 2.5 در 10 به توان 6. می‌نویسم 5.2 در 10 به توان 6. کیو رو از من میخواد بچه ها، و کا اپسیلون صفر آ کا رو به من داده 1، اپسیلون صفر هم داده 9 در 10 به توان منفی 12، آرم داده 600 سانتیمتر مربع که هر سانتیمتر 10 به توان منفی 2 متره، پس سانتیمتر مربع میشه 10 به توان منفی 4 متر، میشه 600 در 10 به توان منفی 4 یا 6 در 10 به توان منفی 2. از اینجا کیو من به حسب کولوم به دست میاد. اما دقت کنید، چون گزینه‌ها تفاوتی در اعشار ندارن، اصلا توان و اعشار اینا واسه من مهم نیستش، کولوم میکرو کولوم، چون همه فرقشون تو توان دیگه. خب من اینا رو اصلا نمی‌نویسم، می‌نویسم 6 در 9 در 5 به 2 تقسیم می‌کنم، میشه 3 9 تا 27، 5 تا 27 تا 5 میستا میشه 100 تا 5 هفتم 35 میشه 135، جواب میشه گزینه 1. خب بچه ها، سوال 103 میگه که فاصله های بین صفحه های یک فاصله بین صفحه های یک خازن 4 میلی متر، یعنی دی رو به من داده، مساحت هر یکی از صفحه های 1 سانتی متر مربع آ رو به من داده. اگر جنس دیالکتریک بین صفحه ها تغییری نکند، خب آقا یک کاهی داره و همون کاه میمونه تا آخر، و فاصله بین صفحات 75 درصد کاهش پیدا بکنه، یعنی بچه ها 75 درصد میشه 3/4، یک بوده 3/4 کاهش پیدا بکنه میشه 1/4، یعنی میگه آقا فاصله را 1/4 برابر کردیم و ظرفیت خازن اینقدر افزایش پیدا میکنه. بچه ها سی میشه کا اپسیلون صفر آ دیوم، کا اپسیلون صفر آ که ثابتن و دی 1/4 برابر شده. بچه دی 1/4 برابر بشه، ظرفیت من 4 برابر میشه، یعنی اگه سی بوده بچه ها میشه چی؟ 4 سی. تغییراتش چقدره بچه ها؟ دلتا سی من میشه 3 سی دیگه، یعنی 3 برابر اندازه اولیه خودش تغییرات داشته، سی بوده شده 4 سی، یعنی 3 سی اومده روش. خب عددی چقدر اومده روش؟ 3 و 24 تا بچه ها. و گزینه ها بازم تفاوتی در اعشار ندارن و اسکلت همشون متفاوته، پس میتونیم اعشار رو صرف نظر کنیم. پس میشه 3 سی من که مقدار افزایش بود و افزایش داده 3 و 24، حالا 324 فرق نمیکنه، سی من بچه در میاد 108. چی میخواد ثابت دیالکتریک میگه چقدره؟ خب بچه سی این چیه؟ ظرفیت اولیه ای من دیگه، سی بود شد 4 سی. خب سی میشه کا اپسیلون صفر آ دیوم، 108 من کار رو از من میخواد، اپسیلون صفر رو داده 9، آ رو داده 1، نمی نوشتیم اصلا، دی هم داده 4، کا من در میاد 4 در 108 به 9، 108 بچه ها به 9 تقسیم میشه، میشه 9 1 12، 4 12 تا میشه 48 تا، کا من در میاد گزینه 4. سوال 104 میگه خازن تختی که فاصله بین صفحات آن دی است را و دی الکتریک آن حواس، یعنی کا تقریبا یکه، را به اختلاف پتانسیل ثابتی وصل میکنیم، کدام یکی از تغییرات زیر انرژی 75 درصد کاهش پیدا میکنه؟ بازم 75 درصد میشه 3/4، 3/4 کاهش یعنی بچه ها 1/4 برابر شود. خب بچه ها، چون
ولتاژ ثابت ما از فرمولی هایی باید استفاده بکنیم که توش V داشته باشه، یعنی یک کمیت ثابت باشه. خب فرمولای انرژی چی هن؟ یک دوم سی وی دو که توشون وی داشته باشه، یو یک دوم کیو در وی. این دوتا فرمول استفاده باید بکنیم. میگه بین صفحات خازن دیالکتریکی با ثابت 4 قرار بدیم. بچه سی میشه کا اپسیلون صفر آ دیوم. شما بیاید دیالکتریک 4 قرار بدی، اول یک بوده، 4 قرار بدی 4 برابر میشه، پس ظرفیت هم 4 برابر میشه و ظرفیت 4 برابر بشه بچه انرژی 4 برابر میشه، پس گزینه یک جواب من نیست. فاصله رو میگه 75% کاهش بدیم، یعنی بچه ها فاصله رو 1/4 برابر بکنیم، دی 1/4 برابر، دی 1/4 برابر بشه باز ظرفیت 4 برابر میشه، میشه مثل گزینه قبلی، جواب ما نیست. فاصله رو 3D افزایش بدیم، بچه ها دی هست فاصله، مثبت 3D بیاد روش میشه 4D. مثل این میمونه که بگه آقا فاصله رو من 4 برابر بکنم. خب شما فاصله رو 4 برابر بکنی، سی 1/4 برابر میشه و اینجا 1/4 برابر بشه سی، انرژی هم 1/4 برابر میشه، جواب میشه گزینه 3. اما گزینه 4 هم بررسی بکنیم، میگه فاصله رو 4 برابر بکنیم، تا اینجا مثل گزینه قبلیه و درسته، یعنی انرژی 1/4 برابر میشه، اما میگه کا 3 هم قرار بدیم. خب این دیگه اضافه بود دیگه و سی هم دوباره 3 برابر میشه و کلا به هم میریزه و گزینه 4 هم رد میشه، جواب ما میشه گزینه 3. سوال 105 میگه اگر اختلاف پتانسیل بین دو صفحه یک خازن را 20 ولت افزایش دهیم، اندازه روی هر صفحه خازن 200 میکرو کولون اضافه میشود. خب بچه شما میدونید فرمول سی میشه کیو به روی وی، ولتاژ افزایش بدیم بار افزایش پیدا میکنه، در نتیجه ظرفیت که میشه نسبتشون ثابت میمونه. پس من مینویسم آقا سی که کلن ثابته، بار اولیه رو میگیرم کیو، ولتاژ اولیه رو میگیرم وی، کیو وی او مساویه بچه ها ولتاژ 20 ولت افزایش پیدا کرده بار 200. بچه ها من بار رو بر حسب میکرو کولوم میذارم، یعنی کیو متغیر من بر حسب میکروکولونه. خب این نسبت ثابت میمونه، چرا؟ چون نسبت بنگر ظرفیته. خب اینو ضرب میکنم میشه و کیو طرف این وسط این میکنم مساوی میذارم، به اضافه 200 و میشه کیو وی به اضافه 20 کیو، کیو وی با کیو وی میره بچه ها. از اینجا کیو من در میاد 10 وی. دقت کنین که بچه ها این کیو من بر حسب میکرو کولون ها، بنویسم که آخر یارتون نه، بر حسب میکرو کولونه. خب بعد میگه انرژی 4 میلی جول افزایش پیدا میکنه. من میگم بچه ها یو دو منهای یو یک میشه 4 میلی جول. یو رو من چه فرمولی استفاده بکنم؟ من ترجیح میدم 1/2 کیو وی استفاده بکنم، چون بحث ما اینجا کیو و ویه، یعنی کیو رو افزایشش داده، وی هم افزایشش داده. می نویسم بچه ها 1/2 حالت دوم انرژی چی میشه؟ کیو من 10 ویه در حالت کیو 10 ویه، کیو اولی است، در حالت دوم میشه 10 وی به اضافه 200، چون کیو به اضافه 200ه، 10 وی به اضافه 200 این میشه کیو 1/2 کیو وی، مگه نیست؟ وی هم داشتیم دیگه، وی در حالت دوم وی به اضافه 20 منهای 1/2 کیو در حالت اول که هست همون 10 وی یا کیو خودمون، در حالت دوم وی هست وی دیگه، 4 میلی جول. بچه شما ما اینجا باید کیو رو میومدیم چیکار میکردیم؟ این کیوان دیگه بر حسب میکرو کولون بودن، یعنی ما باید بیایم هر کس رو در کیو در 10 به توان منفی 6 ضرب بکنیم که بر حسب کولون بشه و اینو در 10 به توان منفی 3 ضرب بکنیم که جول تبدیل بشه و همه اس آی بشه. بچه من سمت چپ از 1/2 در 10 به توان منفی 6 فاکتور میگیرم، میشه 10 وی به اضافه 200 در وی به اضافه 20 از اولی، دومی هم 10 وی 2 میشه 4 در 10 به توان منفی 3. اینو من میارم سمت راست، 1/2 بیاد سمت راست میشه در 2 ضرب میشه، در توان منفی 6 میشه مثبت 6. سمت راست و نهایتا اگه نگاه بکنم بچه ها میشه 8000. سمت چپ چی میشه؟ بخوام اینو تو این ضرب بکنم بچه ها میشه 10 وی 2 به اضافه 200 وی، خب به اضافه دوباره 200 وی، اینو حالا دارم ضرب میکنم، به اضافه 4000 منهای 10 وی 2 من میشه بچه ها 8000. خب 10 وی 2 ها میرن، این 4000 بیاد اونور، اونور میشه 4000،
400 وی من بچه ها میشه 4000 وی من در میاد 10. خب بچه ها کیو رو به اسم میکرو کولون میخواد، باره این خواستن در حالت اول که کیو بود، کیو من میشد 10 وی و 1000 بار نوشتم بر حسب این میکرو کولونه، پس میشه 10 در 10 میشه 100 و گزینه 2 میشه پاسخ این سوال خوب شما. خب بچه ها سوال 106 میگه ظرفیت خازنی 10 میکرو فاراد و بارش 12 میلی کولونه، خب چند میلی کولون بار منفی از صفحه مثبت جدا کنیم؟ خب بچه شما مثلا بار دو تا صفحه داره خازن دیگه، مثلا یکی مثبت 10، مثال دارم میزنم، یکی منفی 10، شما از صفحه مثبت بار منفی جدا کنی، مثلا دو تا منفی دو تا جدا کنی، این مثبت تر میشه میشه 12، این منفی رو بیاری اینجا این منفی تر میشه میشه منفی 12، انگار کیو رو داری افزایش میدی. خب پس معنا و مفهومش این شد، افزایش کیو. تا انرژی میگه 1250 میلی جول افزایش پیدا بکنه. بچه‌ها من از فرمول یو کیو دو بروی دو سی استفاده میکنم، بحث کیو و سیه. بچه شما اگه اینجا کیو رو بر حسب میلی کولون تو صورت بذاری، میلی کولون پیشوندش از 10 به توان منفی 3 به توان 2 برسه، صورت میشه 10 به توان منفی 6 و مخرج و میکرو داده، میکرو هم ضریبش از 10 به توان منفی 6 توانش هم 1. اینا ساده میشه و جواب نهایی من بر حسب چی به دست میاد؟ جول به دست میاد. اما این اومده بر حسب میلی جول به من داده، یعنی پس من اگه بیام کیو رو بر حسب میکرو میلی کولون بذارم و سی رو میکرو بذارم، جواب منو باید بر حسب جول بذارم. اوکی، پس اینجا هم همینطوری عمل میکنم، میام بار رو بر حسب میلی میذارم، ظرفیت رو بر حسب میکرو میذارم، اما باید چیکار بکنم بچه‌ها؟ میلی جول رو تبدیل بکنم به جول. این از این. پس حالا میریم سراغ مسئله که حالا بارها اوکی شد. خب بچه ها فهمیدم کیو هم باید افزایش پیدا بکنی، یعنی اگه 12 باشه یه ایکس تا میلی کولوم میاد روش، بشه 12 به اضافه ایکس. ظرفیت ما هم که ثابته دیگه، یو دو منهای یو یک توافق کردیم باید بر حسب جول بذاریم. 1250 بچه ها در 10 به توان منفی 3 میشه 125 در 10 به توان منفی 2، 10 به توان منفی 2 یک صدوم می نویسم میشه 125 صدوم، صورت 5 تا 25 تاست، مخرج 4 تا 25 تا میشه 5 4م. خب یو دو چیه؟ 12 به اضافه ایکس کیوشه، میشه 12 به اضافه ایکس به توان 2. مخرج ثابته دیگه، ظرفیت ثابته. منهای بار اولیه من 12 به توان 2، مخرجم 2 10 تا میشه 20 تا مساوی 5 4م. این ساده میشه میشه 5، اینم 5 5 تا 25 تا مساوی 25 میشه، مخرجو پاک میکنه. خب بچه ها من اینو میتونم اتحاد مزدوج بنویسم، یادتونه آ دو منهای بی دو میشه آ به اضافه بی در آ منهای بی دیگه. خب میشه 12، این آ من 12 به اضافه ایکس، 12 من بی، میشه 12 به اضافه ایکس منهای 12 در 12 به اضافه ایکس به اضافه 12 میشه 25. خب بچه ها میشه x در 24 به اضافه x میشه 25. خب بچه ها واضحه دیگه، 25 یا 5 5 تا یا 1 25 تا صحیح ناکن. خب اینجا واضحه اگه x رو من 1 بدم میشه 1 در 25 که میشه 25. خب دیگه محاسبه نمی کنم و جوابو همینجا سریع میزنم گزینه 2. سوال 107 میگه خازن شار شده ای را که فاصله بین صفحات آن دی و پر از هواست کاشیه که، از مولد چیکار میکنیم جدا میکنیم؟ خب بچه مولد جدا بکنی، مولد یا باتری نیست که خازن من ولتاژ اونو بگیره، خب پس ولتاژش متغیره و کیو من ثابته. میگه سپس فاصله بین صفحات را دی سوم افزایش میدیم، یعنی دی بوده یک سوم دی میاد روش میشه چهار سوم دی و دی من انگار میگه چهار سوم برابر شده و دیالکتریک دو قرار میدیم. اندازه میدان و انرژی چقدر تغییر میکنه؟ بچه فرمول میدان من هست کیو کا اپسیلون صفر آ. خب کیو که ثابته، اپسیلون صفر هم که ثابته، آ هم که ثابته، دی هم که اینجا تأثیر نداره و کارو دو برابر. دی چرا تأثیر نداره؟ دی بچه رو میدان تأثیر داره در صورتی که کیو ثابت نباشه، چون دی میاد ظرفیت رو تغییر میده، ظرفیت تغییر کنه کیو تغییر میکنه و رو میدان تأثیر میذاره. اما چون اینجا کیو ثابته دیگه دی روش نمیتونه تأثیر بذاره در واقع، و خب کارو اومدیم دو برابر کردیم، پس میدان یک دوم برابر میشه. خب یه سری بچه ها دوست دارن تحلیل ای دلتا وی به روی دی برن، خب
و بیان بگن آقا دی خب اومده چی شده؟ 4/3 برابر شده. و توجه کنید که دلتا وی هم متغیره و باید اونم به دست بیاریم. بچا سی میشه کیو ویوم و از طرفی کا اپسیلون صفر آدیوم میشه دی اومده چه 4/3 برابر شده، کا 2 برابر، نهایتا نگاه کنیم میشه 6/4 3/2 برابر. سی اومده بچه ها 3/2 برابر شده، کیو که ثابته، پس وی من اینجا باید 2/3 برابر شده باشه که تا سی 3/2 تغییر بکنه. خب پس وی میشه 2/3، دی هم که 4/3 تغییر کرده بود میشه 2/4، به همون 1/2 میرسیم که ما از این فرمول میدان به دست آوردیم. خب اینم واسه بچه‌هایی که دوست دارن از فرمول در واقع دلتا وی به روی دی سوالو حل بکنن. بریم ادامه. بعد میگه انرژی چه تغییر میکنه. خب بچه ها کمیتی که ثابت کیوه، پس من باید فرمولی برم که کیو توش داشته باشم و حالا یا کیو 2 به روی 2c برم یا کیو وی برم فرق نمیکنه. و خب من حالا کیو 2 به روی 2c میرم. خب کیو که ثابته بچه ها، سی چند برابر شده بود؟ سی میشه کا اپسیلون صفر آدیوم بود دیگه، دی من اومده بود 4/3 برابر شده بود، کا من 2 برابر، سی 3/2 میشه 6/4 3/2. خب سی 3/2 برابر بشه بچه ها، انرژی من 2/3 میشه دیگه، سی 3/2 تو مخرج بره بالا میشه 2/3 و 1/2 2/3 جواب میشه گزینه 2. خب بچه ها سوال بعدی رو نگاه کنید، سوال 108 میگه یک باتری قلمی مقدار اینقدر نوشته شده. خب مقدار بارشه دیگه، چون آمپر ساعت، مین این کیو میشه آی تی، این آمپره اینم ساعت، واحد بار الکتریکه. میگه اگر این باتری جریان 100 میکرو آمپر را فراهم سازد، بعد از گذشت چند ساعت بار داخل باتری 20% کاهش پیدا میکنه. خب بچه ها یعنی 20% کاهش پیدا بکنه یعنی 20% مصرف شده است دیگه، درسته؟ و 20% هم میشه 1/5. با چه جریانی؟ با همون جریان 100 میکرو آمپر مصرف شده. خب کیو من میشه آی تی، کیو میلی آمپر ساعت، 1500 میلی آمپر رو میکنم آمپر در 10^-3 ضرب میکنم، ولی ساعت رو همون ساعت میذارم چون از من پرسیده پس از گذشت چند ساعت. خب ساعت رو همون ساعت میذارم ولی میلی آمپر رو باید تبدیل کنم، از اون طرف هم میکرو آمپری که به من داده رو به آمپر تبدیل میکنم. خب مساویه 100 میکرو آمپر بچه ها میشه 100 در 10^-6 میشه 10^-4 آمپر در تی که بر همون بحث به ساعت به دست میاد، چون من بار بحث به ساعت گذاشتم. خب تی من از اینجا چقدر به دست میاد بچه ها؟ و البته اینجا 1/5 هم میخوایم چون 1/5 بار مصرف شده، این دلتا کیوه، خب تغییرات باره، و تی من از اینجا به دست میاد، این میشه 300، این بیاد اینور با 10^-3 میشه 10 میشه 300 در 10 میشه 3000 ساعت. خب و میگه چقدر در این حالت بار باقی مانده؟ خب بچه 1/5 مصرف شده، 4/5 میمونه. اما دقت کنیم بچه ها، کولون کیو آی تی همه باید اس آی باشن، این کولون باشه، این آمپره، این ثانیه هستش. پس خب بچه ها 4/5 بار 1500 میمونه، اما اینو میلی آمپر ساعت رو باید بکنم آمپر ثانیه. خب میلی آمپر که در 10^-3 ضرب میشه میشه آمپر، ساعتم در 3600. گزینه ها رو یه نگاه بکنیم، 12 و 4320. خب معلومه فرقی در اسکلتشون فرق میکنه، اشعار مهم نیست. خب پس صفر و اینا رو میندازم کنار، این میشه 3/4 12/36. خب 12/36 قاعدتا 12 نیست و گزینه 4، اما بخوای ضرب بکنی میشه 6/72، تا این میشه 420 به اضافه 12 میشه 432، همون گزینه 4 جواب این تست شما میشه. سوال 109 میگه مطابق شکل زیر دو کره رسانه‌های مشابه روی پایه‌های عایقی قرار دارند، اگر کلید رو وصل بکنیم تعادل بار انجام میشه و به خاطر تعادل بار جریان برقرار میشه، جریان اینقدر در مدت اینقدر ثانیه بین دو کره برقرار میشود، کیو چنده بر اساس نانو کولان. خب بچه ها دلتا کیو من میشه آی تی، من همه رو بر اساس اس آی میذارم، دلتا کیو رو میخوام، آی من 32/ میکرو آمپر در 10^-6 هم ضرب میکنم میشه 32 در 10^-6 یا 32 در 10^-7، زمانم 2.5 میلی ثانیه میشه 5.2 در 10^-3. و این دلتا کیو رو بر حسب کولون به من میده، چون نانو کولون میخواد در 10^-9 هم ضربش میکنم و اینو اینو این بچه میشه 10^-1،
این هم میشه 16، 5 16 تا میشه 80 تا، در روابط منفی میشه 8. بچه دلتا کیو من میشه 8. خب حالا گوش بدین، این ور کره ها رو به هم وصل بکنم جوری تعادل برقرار میشه که بار نهایی یکی بشه و بشه کیو 1 به اضافه کیو 2 دوم بار نهایی هر کره، چون باید با هم برابر شن. میشه منفی 3 کیو به اضافه کیو به 2 میشه منفی 2 کیو دوم میشه منفی کیو. بچه بار نهایی هر کدوم منفی کیو، یعنی منفی 3 کیو میشه منفی کیو، کیو من هم میشه منفی کیو. ببینید تغییرات این دو کیو اندازش، تغییرات اینم دو کیو، دلتا کیو واسه ما مهمه نه صرفا خود کیو. خب پس دو کیو من میشه 8، بر اسم نال و کولون هم گذاشتیم، کیو من در میاد 4 و گزینه 1 جواب سوال شماست. سوال 110 رو نگاه کنیم بچه‌ها، میگه کدام صحیحه؟ میگه در دمای ثابت جریان با متناسب با اختلاف پتانسیل دو سر رسانه. متناسب یعنی رابطه مستقیم، یعنی افزایش افزایش کاهش کاهش، یعنی جریان بره بالا پتانسیل هم میره بالا. خب این برای رسانه های اوهمی که وی آر آی میشه درسته، ولی گفته دو سر رسانه، مشخص نکرده چه رسانه هایی. حالا شاید طراح اینو غلط گرفته، ولی خب میتونه درست باشه چون مستقیما نیومده نگفته همه رسانه. به نظر من این سلیقه‌ایه و باید گزینه های دیگر رو بررسی بکنیم. میگه برخورد الکترون های متحرک با اتم های در حال ارتعاش باشه کاهش دما میشه. خب این غلطه دیگه، باعث افزایش میشه، برخورد میکنه انرژی میره بالا، دما هم میره بالا. در دمای ثابت جریان عبوری از رسانه اوهمی رو نصف بکنیم وی میشه آر آی. ببینید اینجا مشخص کرده اوهمی، مقاومت تغییر نمیکنه. آره دیگه، خب اینو نصف بکنی اینم نصف میشه، مقاومت تغییر نمیکنه و احتمالاً طراح زده گزینه 3. باید بررسی میکردیم، نمیشد مستقیم گزینه 1 رد کرد. میگه در صورت تغییر دما نسبت اختلاف پتانسیل به جریان عبوری ثابت میمونه. اختلاف پتانسیل به جریان عبوری خب میشه مقاومت. غلطه دیگه، در صورت تغییر دما مقاومت تغییر میکنه، آر میشه رو ال اوم. این مقاومت ویژه به دما هم بستگی داشت و جواب گزینه 3 شد. سوال 111 میگه انگامی که به یک رسانه اوهمی را به اختلاف پتانسیل 12 وصل میکنیم جریانش آیه. خب یعنی وی که میشه آر آی، چون گفته رسانه اوهمی و اختلاف پتانسیل 12 جریانش آیه، مقاومتش هم نگفته بس آره دیگه میشه آر آی. میگه اگر با کاهش طول مقاومت را یکی کاهش بدیم، یعنی حالت دوم آر منهای یک داریم، اختلاف پتانسیل 15 وصل بکنیم و جریان یکی افزایش پیدا میکنه، آی میشه آی به اضافه یک. در این صورت مقاومت اولیه رسانه چند بوده؟ خب بچه باز وی مساوی با آر آی می نویسم، 15 میشه آر منهای یک در آی به اضافه یک. ضرب میکنم ببینم به کجا میرسیم دیگه. 15 میشه آر آی به اضافه آر منهای آی منهای یک. از اینجا بچه آر آی من دارم 12، چون آرو میخوام به جای آی میام چی میذارم؟ آر آی مگه نشد 12؟ به جای آی میذارم 12 آرو. از اینجا آر منهای 12 آروم من میشه 4. خب بچه گزینه ها آرن دیگه، باید جایگذاری بکنم ببینم به کدوم میرسم. 2 منهای 6 که منفی 4 میشه نمیشه، 4 منهای 3 میشه 1، 6 اگه بذارم 6 منهای 2 میشه 4، همین خودشه جواب میشه گزینه 3. میگه در مدار شکل زیر آمپر سنج ایدئال 2 آمپر، ولت سنج 8 دهم ولت رو نشون میده، طول سیم چقدره؟ خب بچا ولت سنج نگاه کنین، میدونین که ولت سنج دلتا وی یا اختلاف پتانسیل نشون میده بین دو نقطه‌ای که بسته شده. خب بچه بین این دو نقطه بسته شده که یک مقاومت داریم دیگه، اگه بخوایم حرکت بکنیم اختلاف پتانسیل آر آی رو نشون میده، حالا مثبت آر آی یا منفی آر آی بستگی داره کدوم منهای کدومو بخوایم، فرق نمیکنه عددش از آر آی. پس آر آی منو بچه‌ها داده 8 دهم. جریانم که اینوری میاد درسته، جریانو داده 2 آمپر به من. و بچه ها ولت سنج گفته ایدئاله، ولت سنج وقتی ایدئال میشه و یه بارم آمپر سنج ایدئال میشه، هر دوتا رو توی سوال گفته. ولت سنج ایدئال بچه ها مقاومتش میشه بی نهایت، آمپر سنج ایدئال مقاومتش میشه صفر.
یعنی چی؟ یعنی وقتی آمپر سنج رو میذاری مقاومت صفر داره، رو اندازه جریان تأثیری نداره، و وقتی ولت سنج ایدئال باشه مقاومتش بی نهایته بچه ها، یعنی خیلی در مقابل عبور جریان از خودش مقاومت داره. پس جریان بیاد همه از سیم بالایی میگذره، این انقدر مقاومتش در برابر جریان زیاده که هیچ جریان اینوری نمیاد و عملا فقط ولت سنج اونجا بسته شده. پس تمام جریان از اون میگذره و که 2 آمپر بود، پس 2 آرمن میشه 8 دهم، آر من میشه 8 به 2 14 دهم. خب طول سیم رو میخواد دیگه، آر میشه رو ال اوم 14 دهم. من رو چند بچه ها؟ 2 در 10 به توان منفی 8. ال میخواد آ 2 دهم میلیمتر مربع، 2 صدم میلیمتر مربع که 10 به توان منفی 6 میشه دیگه، هر میلیمتر 10 به توان منفی 3 متر مربع متوان 2 میرسه. خب گزینه ها اعشار واسه همون مهمه، میشه چی؟ 2 با 2 میره، مخرج و صورت ساده میشن دیگه بچه ها، 10 به توان منفی 8، 10 به توان منفی 8، المنت در میاد 14 دهم متر. اما سانتی متر میخواد که میشه بچه ها 40 سانتی متر، و گزینه 2 جواب این سوال شماست. قطر سیم مسی آ 2 برابر قطر سیم مسی بی و مقاومت 64 برابره. جرم سیم آ چند برابره بیه؟ خب بچه ها ام آ به ام بی رو میخواد، ام میشه رو وی چگالی در حجم، چگالی ثابته، چرا؟ چون هر دو مسی هن. پس میشه وی آ به وی بی، یعنی ال آ، وی هم که میشه آ ال دیگه، طول یا ارتفاع در سطح مخدر، میشه حجم. ال آ به ال بی در آ آ به آ بی. خب آ آ به آ بی رو داریم بچه ها، آ میشه پی آر دو دیگه، استوانه است، سیم به صورت استوانه است، قطرش 2 برابر باشه، شعاع هم 2 برابره، خب مساحت میشه شعاع به توان 2 دیگه، پس میشه 4 برابر، و آره این نسبتش میشه 4. ما فقط نسبت طول رو میخوایم. خب آره آ به آره بی من میشه رو ال آم، چون جنسشون یکسانه مقاومت ویژهشون هم یکسانه دیگه، میشه رو ال آم، این که ثابته، میشه ال آ به ال بی در آ بی به آ آ، که این بچه ها میشه 1/4، این 64، و از اینجا ال آ به ال بی من به دست میاد 4 تا 64 تا دیگه. و البته اینجا بچه ها دقت کنید، مثل من اینجا اشتباه نکنید، مقاومت سیم بی رو داده 64 برابر، یعنی اینجا با بذارم 1/64، از اینجا خب ال آ به ال بی به دست میاد 4/64، 1/4 برابر میشه 4، یا 1/16، و اینجا 1/16 رو جایگذاری میکنم، ال آ به ال بی 1/16، آ آ به آ بی 4 که نهایت هم میشه 1/4، و گزینه 3. میگه مقاومت الکتریکی سیمی همگن برابر آره، 25% طولش رو میبریم و کنار میذاریم، بچه آر میشه رو ال آم، 25% طول رو ببریم بذاریم کنار، 3/4 طولش میمونه دیگه، این 25% میشه 1/4، خب 3/4 طولش میمونه، پس 3/4 برابر شده انگار طولش، و تا اینجا آره من 3/4 برابر شده. و میگه اگر باقی مانده ای سیم رو از دستگاهی عبور دهیم که بدون تغییر جرم، بچه ها دستگاه بدون تغییر جرم یادتون بود دو تا حالت داشتیم، اگه جرم ثابت بمونه و چگالی یعنی جنسشون یکی باشه، فرمول لاتین واسه آر، آر دو به آر یک، یا میشه ال دو به ال یک به توان 2، یا آ یک به آ دو به توان 2. خب یا که من اینجا نسبت آر رو دارم، میگه قطر مقطع 40% کاهش پیدا کرده، یعنی آر دو به آر یک من میشه 1/6 یا 3/5، یعنی آ دو به آ یک من بچه ها میشه 9/25 به توان 2 میشه دیگه، آ دو به آ یک میشه آر دو به آر یک به توان 2. خب آ یک به آ دو رو میخوام دیگه، یعنی در مرحله دوم من این میشه 25 آ یک به آ دو به توان 2، برعکسش رو میخوام، اینجا آ دو به آ یک آوردم و یک توان 2 هم پشتش میاد، درسته؟ یعنی در مرحله دوم آره من انقدر برابر شده، در مرحله اول 3/4 برابر شده، پس کلا چند میشه؟ آر بود در مرحله اول 3/4 برابر میشه، در مرحله دوم 25/9 به توان 2 برابر میشه، و مقدار نهاییش داده 625 اوم. خب انقدر برابر میشه و 625 اوم مقدار نهاییشه. خب بچه ها 25 به توان 2 مقدار اولی آر از من میخواد دیگه، اینو میخوام به دست بیارم، 25 به توان 2 میشه 625، با این ساده میشه، میشه آر در 3/4 در 1 به روی 81 من میشه 1.
خب پس آر من میشه 4 تا 81 تقسیم بر 3، این 9 9 تاه، میشه 27 در 4، 80 به اضافه 28 میشه 108، جواب میشه گزینه 2. سوال بعدی میگه نمودار جریان عبوری به حسب اختلاف پتانسیل دو سر سیم از جنس طلا نقره داده. خب بچه‌ها آر میدونین میشه وی آیوم، یعنی عکسشی به این نمودار به من یا وی رو تقسیم بر آی بکنم به من آر میده. اگر قطر سیمی از جنس نقره، من نقره رو آجی میذارم تلام آیو، قطر میگه نقره قطر یک سوم باشه، شوام یک سوم برابر، یعنی آره نقره من یک سوم برابر قطر طلاه، و در واقع مساحت هم که میشه پی آر دو چون سیم استوانه ایه، در واقع میتونم بگم مساحت نقره به مساحت طلاه من بچه ها میشه یک سوم، یک نهم ببخشید، توان دو میرسه. خب و نسبت طول سیمی از جنس طلاست به طول سیمی از جنس نقره رو میخواد. خب بچه ها طول طلا به طول نقره رو از من میخواد. خب من میام اول نسبت مقاومت رو مینویسم، مقاومت طلا به مقاومت نقره. طلا مقاومتش چنده بچه ها؟ 1 2 3 4 واحد، در واقع باید عکسشی رو به دست بیاریم دیگه، وی تقسیم بر آی. طلا 1 2 3 4 دوم میشه 2، نقره 1 2 3 1 2 3 4 میشه 3/4. نسبتش خب بچه ها میشه 8/3. این 8/3 آر میشه رو ال آم دیگه بچه ها، درسته رو ال آم، و میشه رو آیو به رو آجی مقاومت ویژه در ال آیو به ال آجی که دقیقا همینو میخوایم در مساحت آجی به آیو، عکسش دیگه. که این نسبت ما چند داریم بچه ها؟ ما 1/9 داریم این نسبت رو، اینو ایکس میذارم میخوایم. این چنده آیو به آجی؟ طلا به نقره، در واقع در بتال منفی 8 شون ساده میشه بچه، میشه 2/4 به 1/6 میشه 3/2 دیگه، به 8 هم ساده بکنیم میشه 2 میشه 3/3 طلا به نقره. خب این بچه میشه 3/2، از اینجا 8/3 من مساوی میشه با 3/2 در x در 1/9، اینم با ساده میشه میشه در واقع x 6 من میشه 8/3، اینم ساده x من در میاد 16 و جواب میشه گزینه 2. جرم سیم مسی A سه برابر جرم آلومینیومی B M C U به M A L من میشه 3، چگالیشون هم داده، چگالی مثل آلومینیوم، خب من باز رو C U به رو A L من این چگالی می نویسم که مقاومت ویژه قاطی نکنیم، میشه چند؟ سی یو چگالیش 9، اون 2/7 میشه 90/27، این میشه 3 میشه 10/3، درسته؟ آره 10/3. و مقاومت ویژه مس 1/2 برابر آلومینیومه، در واقع پس رو آل به رو سی یو میشه 2، برعکسش رو نمیشه. اگر مقاومت سیم مسی 20% کمتر از آلومینیوم باشه، یعنی بچه‌ها آره آلومینیوم اگه 100 باشه، آره مس من چنده؟ 80، یعنی نسبتشون چی میشه؟ یعنی آره سی یو به آره آل میشه 80/100، یا بچه‌ها به 20 ساده بکنیم میشه 4/5. طول مسی میگه چند برابر آلومینیومیه؟ خب بچه‌ها من آره سی یو به آره آل میشه چی؟ مقاومت ویژه CU به AL در LCU به LAL در مساحت آلومینیوم به مساحت مس، درسته؟ خب اینو که من دارم 4/5، اینو من دارم 10/3، اینو میخوام X میذارم، مساحت اما میمونه. بچه ها مساحت رو من باید بیام از این قسمت جرم به دست بیارم، M من بچه ها میشه روی نسبت، البته اینجا ما خودمون اشتباه کردیم، 10/3 نسبت چگالی بود، اینجا نوشته بودم چگالی، باید اینو میذاشتیم که میشه 1/2، درسته؟ عکسش رو میذارم، اینو من پاک میکنم،
گجاش یک دوم میذارم. نوشتم کنارش چگالی که با مامت ویژه اشتباه نشه، آخر سر خودم اشتباه کردم. درسته، پس اینجا میشه یک دوم دیگه. مامت ویژه مس به آلومینیوم رو میخواستیم که مس به آلومینیوم میشه یک دوم. و خب این میشه رووی. بچه ها سه رو من مینویسم، این سی یو به آله، چگالی سی یو به آله دارم ده سوم، پس وی سی یو به وی آل از اینجا به دست میاد بچه ها نه دهم. درسته، نسبت اینو میارم نه دهم و این خودش میشه ال سی یو به ال آل، آل میشه دیگه در واقع نسبت الاشون به ضرب در آشون. خب نسبت ال که باز همون ایکسه، نسبت مساحتشون چنده بچه ها؟ مساحت سی یو به آل، درسته، مساحت سی یو به آل یا میشه مساحت همین چیزه است دیگه، سی یو به آل من میذارم. خب از اینجا بچه نسبت مساحت میاد 9 به روی 10 ایکس، سی یو به آل میشه 9 به 10 ایکس، پس آل به سی یو میشه 10 ایکس نهم. درسته؟ و باید بیام محاسبات رو انجام بدم. خب بچه ها از اینجا اینو بخوام بیارم اینجا انجام بدم، نسبت مقاومت رو من دارم 4 پنجم بود ها، اینجا دوباره میشه چی؟ 10 ایکس به 9. اینجا میشه 8 پنجم، یک دوم ببرم اونور 8 پنجم، درسته، این یک دوم بیاد اینور میشه در 2 9 دهم هم ببرم 10 نهم ببرم اونور میشه 9 دهم. در کل اگه اینو بخوام ساده بکنم صورت میشه 18، 4 در 18 صورت، و مخرج من میشه 50، سمت راست منم بچه ها میشه x2 و سمت چپ خب صورت مخرج رو در یک دو ضرب میکنم تا به توان کامل تبدیل بشه، یا میتونید ساده بکنید میشه چی بچه ها؟ میشه صورت میشه 4 در 36، مخرج من میشه 100. خب جذر میگیرم x من میشه 2 در 6 دهم، میشه 12 دهم x من. x چی بود؟ x بود ال سی یو به ال آل، چیو از من میخواست؟ طول مس به آل که 12 دهم یا 1 و 2 دهم جواب تست 1 که تست طولانی هم بود. سوال بعدی میگه در مدار شکل زیر ولسنج 8 ولت رو نشون میده، اگر 2.5 اوم به موقعیت متغیر من اضافه شه ولسنج چند ولت رو نشون میده؟ خب بچه ولسنج هم ایدئاله، یعنی آرش بی نهایت و جریانی ازش نمیگذره. و بچه ها نگاه کنید، ولسنج از دو مسیر میتونیم به دو نقطه ولسنج برسیم، یکی این مسیر، خب من دارم میگم دلتا وی که ولسنج نشان میدهد، ولسنج یا میاد آر بزرگ آیو نشون میده، یا از این مسیر دیگه اپسیلون منهای آر آی، اپسیلون منهای آی آر. درسته، جهت جریان اینوریه، این سر مثبت مقاومت، این سر منفی مقاومت بهتون گفته بودم، این سر مثبت باتری، این سر منفی باتری. بهتون گفته بودم ورودی باتری مهمه دیگه، درسته، ورودی باتری یا ورودی مقاومت. اگه اینوری حرکت بکنم ورودی باتری چیه؟ منفی، پس میشه منفی اپسیلون، ورودی مقاومت مثبت میشه به اضافه آر آی، یا اپسیلون منهای آی آر دیگه، این دیگه داره منفی ضرب میشه، اندازه یکی هم. درسته. و خب بچه من اگه بخوام این 8 ولت رو از آر آی به دست بیارم، نه آر رو دارم نه آی، اگه از این فرمول بخوام به دست بیارم، خب فقط آی مجهوله، یعنی میتونم آی رو به دست بیارم، پس میام تو این فرمول مینویسم 12. چرا بچه ها آی آر منهای اپسیلون ننوشتم؟ چون بچه ها اپسیلون منهای آی آر مثبته، این منفی، ما عدد مثبت 8 ولت رو نوشتیم. خب همیشه اپسیلون منهای آی آر تو این مولدا که به شما میدم مثبته، چون مولد این که شارژ کننده است به اصطلاح، حالا کاری ندارم، ولی شما اپسیلون منهای آی آر بنویسید، یعنی اینوری باید حرکت کنیم. خب آی رو ندارم، آر من هست یک دوم، از اینجا یک دوم آی میشه 4، آی من در میاد 8. خب آی میشه بچه ها اپسیلون به آر به اضافه آر دیگه، 8 من میشه 12 به یک دوم به اضافه آر، از اینجا 4 به اضافه 8 آر میشه 12، 8 آر میشه 8، آر من در میاد 1. حالا اومده گفته آر رو چیکار کنم بچه ها؟ 2.5 تا بیارم روش، یعنی آر 3.5. خب بچه ها آر 3.5 باشه آی چند میشه؟ میشه 12 به 3.5 به اضافه نیم میشه 3 آمپر.
خب الان میگه ولسنسیو نشون میده، بازم میتونم از هر کدوم از این فرمولا استفاده بکنم، آر آی یا این. خب الان این دیگه ساده تره دیگه، چون هم آر رو دارم هم آی، میشه 3 تا در 3.5 میشه 9 به اضافه 1.5 میشه 10.5، جواب گزینه 2 میشه. سوال 18، شکل زیر نمودار اختلاف پتانسیل دو سر یک مولد یعنی اپسیلون منهای آی آر دو سر مولد گفته، بر حسب جریان عبوری نشون میده. خب بچه شما میدونین این اپسیلونه و شیب خط هم به من چی رو نشون میده؟ مومت درونی، یعنی اپسیلون 18. همیشه این نمودار رو دیدیم باید از این اطلاعات و این اطلاعات ازش استخراج کنیم، شیبش هم یک دیگه 18 18. جریان 5 از این مولد گرفته شود اختلاف پتانسیل آن گفته چند ولته. خب بچه‌ها خب میگه جریان 5 گرفته بشه اختلاف پتانسیل چنده؟ خب بچه‌ها یا شما باید معادله خط بنویسی جریان 5 رو بذاری به اختلاف پتانسیل برسی، یا همین اپسیلون آر رو داری بنویسی اپسیلون منهای آی آر که میشه 18 منهای 5 یکی میشه 13، جواب گزینه 1. معادله خط هم میتونستی بنویسی بچه شیبش منفی 1 میشه منفی ایکس به اضافه چی 18. و 5 بدی میشه منفی 5 به اضافه 18 میشه 13، جواب میشه گزینه 1 باز. سوال بعدی میگه در مدار شکل زیر مقاومت رئوسا رو افزایش دهیم آمپرسنج و ولسنج چه تغییری میکنن؟ خب بچه ها ولسنج اول ببینیم چی رو نشون میده. باز بین این دو نقطه وصله، اگه از این مسیر بیایم مثبت باتری مثبت جریان اینوریه دیگه، جریان سمت چپت، خب پس مثبت مقاومت میشه اینور منفیش میشه اینور. خب ولسنج من اپسیلون منهای آی آر رو نشون میده، یا بچه ها اگه از این مسیر بیام به این نقطه برسم خود آر آی رو نشون میده دیگه، و آمپرسنج من هم که جریان رو داره نشون میده. خب بچه ها من بیام مقاومت رئوسا رو افزایش بدم، خب مقاومت رئوسا رو افزایش بخوام بدم آی من میشه اپسیلون آر به اضافه آر، اپسیلون که ثابته اینو افزایش بدم مخرج رفته بالا پس جریان من داره کم میشه، درسته؟ و خب آمپرسنس طبیعیه که کاهش پیدا میکنه، یا گزینه 2 درسته یا 4. اما ولتسنج خب اپسیلون منهای آی آر اگه برم، اپسیلون که ثابته آی من داره کاهش پیدا میکنه، آی من داره کاهش پیدا میکنه، یعنی این پس آی آر کلن کم میشه، یعنی مقدار اندازه‌ای که داریم از اپسیلون کم می‌کنیم داره کمتر میشه، پس کلاً افزایش پیدا می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی خب فکر کن اپسیلون 20 آی آر من 10 این میشه 10، در حالت دوم اپسیلون 20 این آی آر که 10 بود و کمتر کردی کردی 8، خب مقدار رفته بالا دیگه شده 12، پس ولتسنج افزایش پیدا می‌کنه. اگه بخواستیم از فرمول آر آی بریم بچه‌ها میشد آر آی، آر من افزایش پیدا کرده آی من کاهش. یه نکته طلایی وجود داره بچه، توی آر آی همیشه تغییرات آر ارجحیت داره، یعنی اگه آر افزایش پیدا بکنه آر آی افزایش پیدا میکنه با اینکه جریان کم شده. اگه مثلا اینطوری میشد آر من کم بشه آی من زیاد بشه، خب آر آی میگفتیم کم میشه چون آر کم شده، پس همون جواب باز گزینه 2 میشه. و اما سوال آخر میگه در مدار شکل زیر هنگامی که جریان 4 ولتسنج، بچه ولتسنج باز بین مولد بسته شده و این سر مثبت باتری سر منفی باتری، خب دیگه حفظین دیگه میشه اپسیلون منهای آی آر، وقتی که جریان 4 اپسیلون منهای آی آر من میشه 6 و 6 دهم. بچه آر آی هم نشون میده دیگه، این وری حرکت بکنی ولتسنج آر آی هم نشون میده، ولی چون آخر سوال رو میبینم نیروی محرکه و مقاومت درونی میخواد از این میرم، و اگه میگه آی 3 باشه اپسیلون منهای، خب اینجا آر 4 بود دیگه البته آیوز همون 4 میذارم، منهای 3 آر من میشه چند؟ 7 و 2 دهم. خب دو معادله دو مجهوله دیگه، پایینی رو از بالایی کم میکنم بچه ها، اپسیلون با اپسیلون میره، منفی 3 آر منهای منهای 4 آر میشه آر، 7 و 2 دهم منهای 6 و 6 دهم هم میشه 6 دهم، پس در واقع اینجا مقاومت درونی من شد 6 دهم، به جای یکیشون جایگذاری میکنم به جای اولی، اپسیلون منهای 4 تا 6 دهم میشه 2 و 4 دهم میشه 6 و 6 دهم، اپسیلون میشه 6 و 6 به اضافه 2 و 4 من میشه 9، 9 با 6 دهم، جواب گزینه 1. دوستان عزیزم خسته نباشین، آزمون تقریبا خوبی بود.